سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون ایران اینترنشنال. من سمیرا قرایی هستم. ابتدا نگاهی به مهمترین عناوین خبری. We remain deeply committed to preventing Iran from gaining nuclear weapons. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی نمیدهد. همزمان آژانس میگوید ذخایر اورانیوم 60% ایران افزایش یافته. اظهارات جنجالی مدیر بهزیستی تهران در مورد درآمد کودکان کار، سلب مسئولیت یا پرت کردن حواس از معضل اصلی. جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. ولی خامنه ای تشویق به مهاجرت جوانان نخبه را خیانت خواند. آمارها میگویند تنها در سال 98 900 استاد دانشگاه مهاجرت کردند. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از سه منبع اسرائیلی و آمریکایی میگوید دولت بایدن پیشنهادی برای انجام توافق هسته‌ای موقت با ایران تهیه کرده و آن را به اطلاع اسرائیل هم رسانده است. بر اساس این طرح در صورت توقف برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش گفت واشنگتن هیچگاه به ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. ایران تنش‌ها را افزایش داده و ثبات منطقه را به خطر انداخته. ما همچنان عمیقاً خودمون را متحد می‌دونیم تا راه ایران در رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود کنیم. قبلاً هم گفتم که اگر ایران تسلیحات هسته‌ای داشته باشه، مشکلات خاورمیانه کمتر نخواهد شد. به همین خاطر که به شدت از اقدامات جو بایدن برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک حمایت می‌کنیم. با این همه، بدیهیه که چالش‌های امنیتی که ایران ایجاد می‌کنه فراتر از این توافقه. پس باز هم به صراحت میگوییم که ما از خودمون، متحدینمون و منافعمون که مورد تهدید ایران یا گروه‌های نیابتیش باشن دفاع میکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در ماه‌های اخیر ایران به طور قابل توجهی ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده با درجه خلوص بالا را افزایش داده. بر اساس گزارش فصلی آژانس که روز چهارشنبه منتشر شد، ذخیره اورانیوم 60% ایران به نزدیک به 18 کیلوگرم رسیده است. این رقم افزایشی 8 کیلویی را از ماه اوت نشان می‌دهد. آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس در بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی در تکثیر و استفاده از موشک‌های بالیستیک و پهپادهای مسلح را محکوم کردند. در این بیانیه که پس از نشست مشترک آنها در ریاض صادر شده، این اقدامات ایران در منطقه تجاوزکارانه نامیده شده است. دو طرف برنامه هسته‌ای ایران را موجب نگرانی عمیق نامیدند. به گفته آنها جمهوری اسلامی گام‌هایی برمی‌دارد که در یک برنامه صلح‌آمیز نیازی به آنها ندارد. آنها خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. امین صوفیان مهر، کارشناس روابط بین‌الملل، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای صوفیان مهر، خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش وبسایت آکسیوس یک نگاهی بیاندازیم. در دیدار سالیوان و همتای اسرائیلش بحث یک توافق موقت با ایران پیش اومده تا به شکلی از سرعت هسته‌ای ایران کم بشه. اسرائیل موافق این طرح نیست، به دنبال یک طرح هماهنگ برای اعمال فشار بر ایران. به نظر شما آیا تا پیش از 8 آذر اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ درود بر شما. ببینید، پیشنهاد توافق موقت به یک نوعی اعتراف غیر مستقیم به ناکاموندن دولت بایدن در بازگرداندن جمهوری اسلامی به برجامه. من فکر میکنم دولت بایدن پذیرفته که در دست کم در کوتاه مدت امکان بازگشت به برجام وجود نداره و بخشی از این ناکامی بایدن اتفاقا میتونیم خود راهکار دولت بایدن در این زمینه در نظر بگیریم. دولت بایدن احساس میکرد با دادن امتیازات و یا آسان کردن تحریم ها میتونه جمهوری اسلامی رو راضی کنه که به میز مذاکرات بازگرده و به یه توافقی برسه، ولی به نظر میاد خلاف آمد این سیاست مماشات این بوده که جمهوری اسلامی هم انتظاراتش بیشتر شده و همین که گستاخیش بیشتر شده در گستراندن برنامه هسته‌ای خودش. و طرح موقت مشکلش اینه که این همیشه موقت بمونه و هیچگاه به یک طرح دائمی تبدیل نشه، چرا که جمهوری اسلامی دلیلی وجود نداره که به یک طرح دائمی تم بده. به خوبی جمهوری اسلامی میدونه که تمام اون خواسته‌هایی رو که از آمریکا داره
دولت بایدن توان برآورده کردن اونها رو نداره و اتفاقا به همین خاطر بر اونا پافشاری میکنه. آقای صوفی امیر، خیلی کوتاه به این گستاخی ایران دارید اشاره میکنید. آیا برای این هستش که بتونه یک فشاری رو بیاره پیش از مذاکرات این گستاخی رو انجام میده، یا واقعا مایله که به یک انتهای یک راهی برسه که تهش تسلیحات هسته ایست؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره آرام آرام غرب و محک میزنه و اگر که مانعی جلوی راش تماشه عقلانی به نظر میاد از منظر جمهوری اسلامی که تبدیل به یک قدرت هسته‌ای بشه، چرا که هیچ کدوم از خواسته های جمهوری اسلامی رو دولت آمریکا نمیتونه برآورده کنه. بنابراین بازگشت به برجام برای جمهوری اسلامی منفعت به خصوصی نداره. به برجام میتونه بازگرده، برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه، اما تحریم ها به گونه مؤثر از میان نخواهد رفت و احتمال داره که دولت بعدی از برجام خارج بشه و باز تحریم های کمرشکن بیشتری برگرده. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ مشوق و انگیزه ای نداره به بازش، اما مشوق و انگیزه لازم برای به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای رو داره با توجه به قدرت ضعیف امنیتی جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم از شما امین صوفیا مهر. بخش امنیتی و دفاعی سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی فساد در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت بحرانی قرار داد. بر اساس این گزارش ایران جزء معدود کشورهای جهان است که در این حوزه در وضعیت بحرانی قرار دارد. فرماندهی نیروهای مسلح ایران با رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ یک از نهادهای منتخب ایران و نهادهای عمومی خارج از بیت رهبری حق دخالت در امور نظامی را ندارند. رسلان تراد تحلیلگر حوزه اروپای شرقی و خاورمیانه در این باره توضیح می‌دهد. بنابر آمار و اطلاعاتی که ما در دست داریم، این فساد گسترده است. در غیاب یک نهاد مسئول و مستقل برای نظارت بر این ساختارها، بسیار مشکل بتوان متوجه ابعاد این فساد بشویم. وزارت دفاع ایران در معرض بیشترین فسادها قرار دارد. جدیدترین آمار از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی بیانگر این واقعیت است، که البته ما انتظار دیگری هم نداشتیم، چون با توجه به محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات در ایران، هر گزارشی که ما دریافت می‌کنیم در آن آمده که خطر بروز فساد در نهادهای حکومتی آن بسیار بالاست و من نمی‌توانم تصور کنم که این حکومت چطور می‌تواند با این روند مقابله کند. در هر جنبه‌ای که شما فکر کنید این فساد رخنه کرده است، چون نهاد مستقل نظارت بر آن بسیار ضعیف است، به ویژه در قسمت خریدهای نظامی، و این یعنی سطح فساد بسیار بالاست. ما هیچ آمار مستقلی از مقدار بودجه محرمانه این نهادهای نظامی و امنیتی و اینکه چطور و کجا خرج می شوند نداریم. ما اینجا با یک سکوت محرمانه روبرو هستیم، چون بخش اعظم این بودجه ها در عملیات فرامرزی نیروهای امنیتی حکومت ایران من جمله سپاه قدس خرج می شود، که این در واقع یعنی بزرگترین بخش این بودجه ربطی به حفاظت از مرزهای کشور ایران ندارد، بلکه در لبنان و سوریه و یمن و عراق خرج می شود. بدون داشتن یک نظارت دقیق و مستقل از خارج هم غیر ممکن است که ما بتوانیم بفهمیم در داخل کشور چه می‌گذرد، اما کاملا مشخص است که فساد در ایران امری گسترده و نهادینه است و نهادهای نظامی و امنیتی و حکومت بیشترین سهم را در آن دارند. اظهارات اخیر مدیر کل بهزیستی تهران در مورد درآمد چشمگیر برخی کودکان کار و خیابان توجه مجدد کاربران دنیای مجازی را به این موزل اجتماعی جلب کرده. گفته میشه بین 2 تا 7 میلیون کودک زیر سن قانونی کار میکنند و تعداد قابل توجهی از این کودکان از آموزش محرومند. کودکانی که سرشماری و ساماندهیشون بخشی از وعده های ثابت مسئولان بوده. ماهرخ غلام حسین پور و نگاهی داره به این موضوع. زمستان که می آید روزگار کودکان کار و خیابان هم سخت تر می شود. علاوه بر فقر، اپیدمی کرونا هم مزید بر علت شده و دسترسی آنها را به کلاس‌های تلویزیونی و آنلاین دشوارتر کرده. حالا مدیر کل بهزیستی تهران می‌گوید برخی از این کودکان درآمد چشمگیری دارند
روزانه بین 800 تا 3 میلیون تومان. یعنی درآمدهای خوبی دارن برای عموهاشون که حالا اینا رو مافیای اینا هستن. بله خب در مناطق مختلف متفاوت ولی عدد در همین رنج هست. عدد شما همین رنج بین 800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان بسته به مناطق مختلف در بالاشهر بهتر در میاره. دقیقاً بیشتر مثلا ما داشتیم موارد که بالاشهر بالای 3 میلیون تومان هم روزانه درآمد داشته. طرح این ارقام قابل توجه در مورد درآمد روزانه یک کودک کار و یا اصرار مسئولان برای جا انداختن این کلیشه که کودکان کار و خیابان دستهای پیدا و پنهان باندهای مافیایی هستند و درآمدشان به جیب گروه‌های زیرزمینی سرازیر می‌شود، شاید تلاشی باشد که بخشی از گناه کمکاری دولت در ساماندهی واقعی کودکان کار را توجیه کند. در شرایطی که سر و سامان دادن کودکان کار و خیابان در شرح وظایف دولت نوشته شده، بسیاری از آنها برای تأمین حداقل معیشت خانواده تن به خیابان می سپارند. روزی چقدر در میارید بچه ها؟ برای چی کار میکنید؟ برای این کار میکنی که بدهیم به مامان. برای چی؟ خرج خونه کنیم، برای ما پول مدرسه هم مرزی جور بشه. شما چی؟ منم. شما هم اینجوری؟ در 40 سال گذشته طرح‌های دولتی بسیاری برای ساماندهی کودکان کار و خیابان روی میز مسئولان و مراجع زیربط رفته، طرح‌هایی که هیچ کدامشان به نتایج قابل اعتنا منجر نشده، نتایج شکست طرح‌های متعدد ساماندهی کودکان کار و خیابان با نگاهی به سطح خیابان‌های شهرهای دور و نزدیک ایران قابل اثبات است. خیابان‌هایی که با ساکنان آوارش چندان هم مهربان نبوده، ساکنانی که حالا دیگر تبدیل به بخش جدایی ناپذیر آسیب شناسی شهرها شدند. ماهرخ غلام حسین پور، واشنگتن دی سی. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. مروری بر مهمترین عناوین خبری. We remain deeply committed to preventing Iran from gaining nuclear weapons. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی نمیدهد. همزمان آژانس میگوید ذخایر اورانیوم 60% ایران افزایش یافته. اصابت جنجالی مدیر بهزیستی تهران در مورد درآمد کودکان کار، سلب مسئولیت یا پرت کردن حواس از معضلیت اساسی. جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. ولی خامنه‌ای تشویق به مهاجرت جوانان نخبه را خیانت خواند. آمارها میگویند تنها در سال 98 900 استاد دانشگاه مهاجرت کردند. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که حدود 29% از پناهجویان که از فرانسه و از طریق کانال مانش به بریتانیا می روند ایرانی‌اند. طبق آمار وزارت کشور بریتانیا در مجموع 70% مهاجرانی که در 16 ماه گذشته از این کانال عبور کردند ایرانی، سوری، عراقی، سودانی و ویتنامی بودند و اغلب با قایق‌های کوچک این مسیر را پیمودند. از اول سال میلادی تا کنون بیش از 224,000 نفر از فرانسه و از طریق مانش و با قایق وارد خاک بریتانیا شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران کسانی را که جوانان دانشگاهی را به مهاجرت تشویق می‌کنند خائن خواند. او مهاجر تشویق جوانان به مهاجرت را دشمنی صریح با ایران دانست. علی خامنه ای بدون اشاره به مشکلات دانشگاهیان و فضای بسته دانشگاه و نبود بازار کار برای دانشجویان از نخبگان خواست خودشان را بدهکار کشور بدانند و بعد از تحصیل در خارج به ایران بازگردند. در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برههایی هم میتوانن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن،
اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او برو مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانت میدونم بایستی دنبال کنیم. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن از طریق اسکایپ ما رو همراهی خواهند کرد. آقای افشاری، آیا اساساً صحبت از این مسئله نشون دهنده نگرانی های علی خامنه‌ای از موج مهاجرت نخبگان اساساً رهبر جمهوری اسلامی رو میشه به عنوان چهره نخبه نواز پذیرفت؟ نه، آقای خامنه‌ای خب در عمل نشون داده، باز اینجا هم دوباره آدرس غلط دادن، به جای خادم و خائن رو عوض کردن، یک نخبه ستیز هستن، یعنی شاید هم پیامد ناخواسته سیاست ها و حکمرانی ایشون در طول سه دهه گذشته بوده. البته ایشون یک معنای خاصی هم برای نخبه یعنی خواص قائل هستش که اگر ما ملاک های عقلانی زمانه رو در نظر بگیریم برعکس میشه، اون خواص هستن و به نوعی عوام هستن، یعنی عوامی که خودشون رو خواص در نظر میگیرن. آقای خامنه‌ای خودشون رو یا به تجاهل یا به تغافل میزنن که یک جوونی که بخواد مهاجرت بکنه، یعنی کسی را جوون یا فرد به اصطلاح حالا میانسال، هر دوی اینها بر اساس گفته‌های افراد دیگه و مشوق‌ها این کارو نمی‌کنن، بر اساس ارزیابی شخصی از مسائل عینی مشکلات اساسی وجود داره در کشور. خب طبیعتاً بخشی البته از نخبگان مثل همه جای دنیا مهاجرت می‌کنن، اما در ایران که در بین تقریبا 92 کشور در حال توسعه دنیا بیشترین نرخ مهاجرت نخبگان رو داره، این امر غیر عادیه. چرا این گونه است؟ خب اول از همه وضعیت رفاهی در نهادهای پژوهشی و آموزشی ایران برای جذب نخبگان خوب نیست، حقوقها جذاب نیست، بعد از همه بدتر این هستش که اونها بهشون مورد احترام قرار نمیگیرن، شهروند درجه یک محسوب نمیشن، تبعیض ها وجود داره، شایسته سالاری نیست، مجموعه این عوامل هستش که این وضعیت نابسامان ایجاد کرد. آقای افشاری، شما خودتون از تحصیل کردگان در دانشگاه امیرکبیر هستید، دانشگاهی که به هر حال دانشجویان رده بالای اونجا تحصیل میکنن، تجربه خودتون از اون فضا، از اون رفتن ها و دلایل چه بود؟ ببینید البته تجربه شخصی من میگم، ولی مختص دانشگاه امیرکبیر، تمام در همه دانشگاه ایران هستش که خب وضعیت خوبی رو هم در گذشته داشتم و همین الان هم تقریبا دارم. ببینید مسئله اصلی این بود که فضای بسته سیاسی و فرهنگی، آقای خامنه ای اگر واقعیت براش مهم هست و در پیشگاه تاریخ قدن این گونه خواهد بود که به عنوان بزرگترین خائن کشور شناخته میشه، همین یک قلم آقای خامنه‌ای برای خودخواهیش، برای اون خودشیفتگیش و برای حفظ قدرت انحصاریش یک فرصت بزرگ را از کشور ایران در دهه 70 گرفت. دهه 70 ایران در آستانه یک جهش بود، من خودم در محیط دانشگاهی میدیدم که چه میل و انگیزه‌ای برای فعالیت، برای پیشرفت کشور، برای جلو بردن همه چیز وجود داشت. آقای خامنه‌ای با مداخلات خودش علیه جنبش اصلاح طلبی در اون مقطع تیر خلاص رو به اون میل و اراده زد و با بخش از نیروهایی که ناامید شده بودن هم ناگزیر مسیر مهاجرت رو انتخاب کرد. خیلی متشکرم از شما علی افشاری. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تایید کرده که پس از شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان آبان 98 دستگیر و به زندان منتقل شده است. نرگس محمدی میگوید که حکم 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاق به او ابلاغ شده، اما او به هیچ قیمتی به ماموران اجرای احکام زندان اجازه زدن شلاق را نخواهد داد. ماموران به نرگس محمدی و شماره دیگری از حاضران در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار حمله کرده و پس از ضرب و جرح این فعال حقوق بشر را بازداشت کردند. مهدی محمدی برادر نرگس محمدی از آخرین وضعیت خانم محمدی میگوید. این پرونده در زمان ریاست آقای رئیسی گشوده شده بود که حکم شلاقش جرمش سرتاپا دروغ بوده و
و با یورش نزدیک 50 مأمور به نرگس در حدود 3 ساعت کشمکش بوده که توسط شخص زیایی رئیس زندان اوین صورت گرفته. از آقای وزیری دادیار ناظر زندان اون موقع درخواست بازبینی دوربینا رو مداربسته رو کردم که جوابی ندادم، بی جواب موندش که ببینن اونجا 3 ساعت 50 نفر آدم دارن یه دونه خانم رو تو حیات زندان میدونن ایبروبه. مراسم سالگرد کشته شدگان آبان که با صدور مجوز بوده و همه شرکت کرده بودند، چرا باید نرگس باز ضرب و شتم در انظار مردم دستگیر بشه؟ در کدوم قانون و منطقی بعد از ظهر بدون حضور قاضی یا نماینده آن شلاق، آن هم در سلولای امنیتی به زندانی زده میشه که سر تا پا ناقض قانون و حقوق بشره؟ اما در ایتالیا این روزها باغ‌های انگور در ایالت امبریا غرق در رنگ‌های پاییزی شدند. مکان زیبا و شگفت‌انگیزی که با رنگ‌های متنوع زیباتر هم شده. همکارم محبوبه هزاره گزارش میده. امبریا در مرکز ایتالیا است. مکانی زیبا و شگفت‌انگیز که با تاکستان‌های انگورش مشهور است. به این منظره زیبا نگاه می کنید، گویا به یک تابلوی نقاشی پاییزی چشم دوخته اید. در تاکستان های اینجا رنگ ها دلبری می کنند. گاهی اوقات دست مادر طبیعت هم در کار است تا این منظره را تماشایی تر کند. رنگین کمانی خلق می کند یا رنگ ها را با ابرهای تیره برجسته می کند. وقتی پاییز فرا میرسه انگورا به خواب میرن. کار و تولید کلروفیل متوقف میشه که این اساس مکانیزم تغذیه برگ است. کافیز خود را در این جاده های روستایی گم کنید تا با منظره باور نکردنی روبرو شوید. این منطقه در حال تبدیل شدن به یک مرکز تولید شراب در آینده نزدیک است. نماها با همدیگه فرق داره. در این زمان از سال تاکستان‌ها پر از رنگه. امسال اینجا زیباتر شده چون درخت‌ها برگ‌های خودشون رو هنوز دارن. مردمی که برای بازدید به این منطقه می‌آیند، محو طبیعت زیبای اینجا می‌شوند. محلی‌ها نیز از این فصل نهایت استفاده را می‌برند و در آخر هفته مسابقه دو برپا می‌کنند. پاییز فصل پایان جنب و جوش طبیعت و آغاز یک استراحت طولانی برای تاکستان است. محبوبه هزاره، واشنگتن دی سی. این روزها پس از فروکش کردن خطر همه‌گیری کرونا، جشنواره‌های مختلف در سرتاسر جهان آرام آرام رونق گرفتند. مثلا اینجا در شهر لئون در مکزیک جشنواره بالون‌ها برپا شده. بالون‌هایی که همگام با نوای موسیقی آتش خود را خاموش و روشن می‌کنند. مردم هم جمع شدند که یا بالون‌ها بالا بروند یا بالا رفتن بالون‌ها را تماشا کنند. گذشته از تماشای بالون‌ها، رقص‌ها و اجراهای سنتی هم مردم را سرگرم می‌کند. این جشنواره 20 سال است که در کشور مکزیک برگزار می‌شود. ممنونم که در این بخش خبری من را همراهی کردید. تا بعد.